خب عرض سلام و ادب دارم خدمت حضوران محترم، همکاران عزیزمون در نمایندگی هامبورگ و خوش آمد میگم به جناب آقای گلزار که امروز تشریف آوردن برای سخنرانی و همچنین تشکر میکنم از دوستانی که در اتاق پالتاک تشریف آوردن و عرض سلام دارم خدمتشون. یکی دیگر از جلسات اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی هامبورگ رو امروز آغاز میکنیم. امروز روز یک شنبه 23 فوریه 2020 برابر با 4 اسفند 1398 است. در ابتدا برنامه سازان رو خدمتون اعلام میکنم و بعد یکی یکی سخنان عزیز میان صحبتشون رو ارائه میدن. ابتدا خانم زهره حق با علی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1398 رو ارائه میدن. آقای جلال پور صادقی، بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست با موضوع حق آزادی بیان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم فائزه رضایی سخنرانی خواهند داشت با موضوع نقد و بررسی زمینه‌های حقوقی استثمار نیروی کار در ایران. سپس آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی با موضوع انتخابات در ایران سخنرانی خواهند کرد. پس از اون جناب آقای گلزار، جهانگیر گلزار، تحریم فعال انتخابات رو پیرامونش سخنرانی خواهند داشت. در پایان هم بحث آزاد داریم با موضوع زبان مادری و با مدیریت آقای محمد فرشیدیان. خب خانم زهره حق با علی تشریف بیارن برای گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 1398. سلام به همه دوستان همکاران عزیز حاضر در جلسه و دوستان پالتاک. من در خدمتتون هستم با اخبار نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1398. ابتدا اخباری داریم از کمیته کودک و نوجوان. به گزارش ایران اینترنشنال، رئیس مرکز تحقیقات ایز ایران اعلام کرده که بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی 1000 نفر از کودکان کار 4.5% اونها به ایدز مبتلا هستند. گروهی از کودکان کار در ایران بر اساس برخی گزارش ها مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرن که آمار دقیقی البته از این کودکان در دست نیست و آمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران رو به گسترش و نهادها و مقام‌های مسئول هم سال‌هاست از انتقال ویروس این بیماری از طریق رفتارهای پرخطر جنسی ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایرنا، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته سالانه 3000 کودک زیر 15 سال مبتلا به سرطان میشن، یعنی از هر 100000 کودک زیر 15 سال 16 نفر در سال به سرطان مبتلا میشن. 85% سرطان های کودکان درمان قطعی داره و شایع ترین سرطان ها در بین کودکان سرطان خون هست، اما متاسفانه به علت تحریم ها میدونیم که داروها نمیرسه و بیمارستان های تخصصی هم در همه شهرستان ها وجود نداره. در واقع امکانات بین همه شهرستان ها و استان ها مساوی پخش نشده، بنابراین خیلی از خانواده های افراد سرطانی مشکل دارن برای درمان. به گزارش ایلنا، یک کودک 8 ساله در میبود در پی حمله سگ‌های ولگرد جان خودش رو از دست داده که متاسفانه از این خبر چند تا داشتیم، فقط در میبود نبوده. یک دختری که اول گفته بودن که گل فروش هستم مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفته بوده در شهر ری، بعد گفتن که نه گل فروش نبوده، یه شهروند عادی بوده، از کودکان کار نبوده. و دو برادر هم همینطور مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفته بودن که یک نفرشون متاسفانه جان باخت. میانگین سنی زنان سرپرست خانوار از 18 تا 60 ساله، اما کودک همسری باعث شده که میانگین این سن بین 14 تا 15 سال هم برسه. حاجی میرزایی درباره برچیده شدن مدارس خشت و گلی صحبت کرده و گفته تا پایان سال جاری مدارس خشت و گلی جمع‌آوری میشن، ولی که ما میدونیم که در سیستان و بلوچستان این مشکل از همه جا بیشتر هست و گفتن تا اوایل اسفند این جشن برگزار میشه. در مورد ناامن بودن و غیر ایمن بودن سیستم های گرمایشی مدارس اخبار داشتیم که در لرستان تعدادشون بسیار زیاد هست.
به گزارش ایسنا رشد فقر از سال 84 به این سمت به این طرف خیلی بیشتر بوده و باعث شده که کوله بری افزایش پیدا بکنه که در اخبار و گزارش ها از کوله بران به عنوان جویندگان نان به قیمت جان یاد شده. در مورد سن کودک همسری هم اخبار کودکان و سن ازدواجشون یه مصوبه داشته دولت که گفتن دختران 13 سال و پسران 15 سال که باز هم با حتی این مصوبه بعد از گینه کشور ایران دومین کشوری هست که سن ازدواج کودکان در اونقدر پایین هست. و از ایسنا از آذربایجان غربی هم خبر داشتیم که کودک آزاری در استان 62% افزایش یافته. طبق اخباری که گفتیم همه اینها ناقض سند 20 یونسکو بند 1 یعنی پایان دادن به فقر، بند 2 یعنی پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی، بند 3 یعنی تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای عموم، بند 4 یعنی تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه، و بند 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران هست. و این اخبار در تناقض هستند با هدف 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی ترویج جوامع صلح‌طلب و فراگیر برای توسعه پایدار و کاهش همه اشکال خشونت، پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان، گسترش عدالت برای همه، و همچنین در تناقض هستند با ماده 2، 3 و 4 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 4 در مورد منع بردهداری هست. از اخبار کمیته جوان و دانشجو محاکمه افراد 9 مورد بوده، بازداشت‌ها 81 مورد بوده، تجمع و اعتراض 2 مورد بوده. معین زارعیان یعنی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی و عضو شورای صنفی خوابگاه های این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده. در روز سه‌شنبه 29 بهمن دانشجویان دانشگاه علامه تهران در 40مین روز جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران سرنگون شده دست به تجمع اعتراض زدن. دو نوجوان 16 ساله در مریوان دستگیر شدن. این نوجوانان در باشگاه ورزشی بودن و به دلیل نامعلومی دستگیر شدن و الان هم مشخص نیست که کجا هستن. که همه این اخبار در تناقض هستن با ماده 6 یعنی ارزش انسانی در همه جا، که هر انسانی سزاوار و محق هست تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته بشه. همچنین ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر که همه در برابر قانون مساوی هستند، و ماده 9 یعنی عدم توقیف و حبس یا تبعید غیرقانونی افراد، و در تناقض هست با ماده 18، 19 و 20 که حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع و تظاهرات هست. از کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به نقل از دویچه وله خبری داریم که جمعی از وکلای دادگستری بیانیه‌ای در رابطه با دراویش زندانی در ایران منتشر کردند. در این بیانیه که به امضای 28 تن از وکلای دادگستری در ایران رسیده آمده است که محرومیت از حقوق اجتماعی و ممانعت در استفاده از تمام یا بخشی از حقوق قانونی و سلب حق دفاع سیاست و قانونی نانوشته است که مدت هاست گریبانگیر درویشان طریقت نعمت اللهی گنابادی است. روز شنبه 26 بهمن ما یک شهروندی در شهرستان راسک، فکر میکنم اگه درست بخونم، احضار شده و بعد از ساعتی بازجویی با اخذ تعهد کتبی آزاد شده. گفته میشه که احضار این شهروند در پی سخنرانی اعتراضی او نسبت به تداوم بازداشت یکی از روحانیون اهل سنت و امام جمعه شهرستان سرباز بوده. در روز پنجشنبه 7 آذر ماه این روحانی اهل سنت پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده بود و همزمان با بازداشت این روحانی 8 نفر همراهان اون هم بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن. اخبار دیگه‌ای که داشتیم در پی سیل سیستان و بلوچستان 25 روز
گذشته از این سیل هنوز آب آشامیدنی 27 روستا قطعه و 95% از مجموع 5000 روستای سیستان و بلوچستان دچار مشکل حاد هستند. گرچه اهل تسنان پس از پیروان مذهب شیعه دومین گروه از ایرانیان را تشکیل می‌دهند، اما از آغاز تا کنون عملکرد مسئولین و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران نسبت به سنی مذهبان ایران نه فقط منطبق با موازین اخلاقی و اسلامی و حقوق بشری نبوده است، بلکه پیوسته با ظلم و جور و اذیت و آزار، سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه همراه بوده. که اینها در تناقض هستند همه این اخبار با ماده 18 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق آزادی عقیده، ماده 19 یعنی آزادی بیان، همچنین ماده 2، 3 و ماده 22 مبنی بر عدم تبعیض، حق حیات برای همه، حق امنیت اجتماعی و ماده 28 یعنی حق دنیای زیبا و آزاد برای همگان و در تناقض هست با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. از اخبار کمیته دفاع از حقوق زنان خبر داشتیم که پریسا سیفی، فعال فرهنگی اهل کامیاران که بیش از 10 روز است به اعتصاب قضا دست زده، به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به مرکز درمانی منتقل شده. گفته میشه که پریسا سیفی به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم کردستان به نشانه محکوم کردن لشکرکشی ترکیه به کردستان بازداشت شده. ایشون از فعالین فرهنگی و مدنی بودند که به علت بلا تکلیفی پروندهشون و اینکه جرم و اتهامشون مشخص نبوده اعتصاب قضا کردن. همچنین نیلوفر بیانی، یکی از زندانیان، نامه تکان دهنده‌ای نوشته درباره شکنجه و تهدیدهای جنسی در زندان که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در پی داشته. پس از انتشار احکام سنگین حبس برای فعالان محیط زیست زندانی در ایران، نامه از نیلوفر بیانی، یکی از فعالان محیط زیست زندانی، به چند مقام جمهوری اسلامی منتشر شده که او در این نامه ها از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی گفته شده. همچنین ایشون گفتن که 1200 ساعت بازجویی شدن و وادار شدن به تقلید صدای حیوانات وحشی و تهدید شدن به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا و همچنین تهدید شدن به سرنوشتی مانند کاووس سید امامی و همچنین عکس‌هایی از جنازه کاووس سید امامی به ایشون نشون داده شده برای اعترافات اجباری. این در حالی که وکیل خانم سپیده کاشانی هم که یکی از خانم‌های زندانی هستند همین موارد رو اعلام کردن و گفتن شکنجه‌های اینچنینی در مورد ایشون هم انجام شده. همه اینها معاند هست با اصل 38 از قانون اساسی ایران، یعنی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و همچنین چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتباره. همچنین معاند هست با اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید میشه به هر صورت که باشه ممنوع و موجب مجازاته. اینها همه در تناقض هستند با هدف 5 سند 20 یونسکو، یعنی دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا، ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی از جمله در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره. همچنین در تضاد هست با هدف 16 سند 20، یعنی ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح که مبنی بر کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از اون هم هست. در مورد کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی اخبار داشتیم از کولبرانی که اجسادشون در کولاک پیدا شده،
دو کوله بر در پیران شهر در سن 27 و 32 سالگی مورد شلیک مستقیم نیروهای مسلح قرار گرفتن. یک شهروند ساکن شهرستان ترکمن با شلیک مستقیم نیروهای دریابانی از ناحیه پا زخمی شده. هویت این فرد طاهر خوش اقبال هست که پس از مجروح شدن توسط نیروهای دریابانی رها شده. انفجار مین باقی‌مانده از دوران جنگ ایران و عراق در شوش منجر به مجروح شدن یک جوان 21 ساله شده که رئیس اورژانس 115 شوش اعلام کرده که پای راست این فرد قطع شده. اخبار زیادی از خودکشی در ایلام، ارومیه و کرمانشاه داشتیم، همه به دلایل مشکلات حاد خانوادگی و مشکلات اقتصادی بودند که همه در تضاد هستند با ماده 1، ماده 2، ماده 3، 6 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر آزادی و برابری افراد، عدم تبعیض، حق حیات برای همه، ارزش انسانی در همه جا و حق امنیت اجتماعی در تضاد هستند با هدف اول سند 23 یونسکو، یعنی پایان دادن به فقر در تمامی اشکال، و هدف دو، یعنی پایان دادن به گرسنگی و فقر، و همچنین در تضاد هستند با اصل 19 هم، یعنی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در اخبار کمیته دفاع از محیط زیست داشتیم که 800 پرنده مهاجر طی 48 ساعت در خلیج گرگان از دست رفتن که گزارش ایرنا با وجود تکذیب دامپزشکی مرگ مشکوک صدها قطعه پرنده مهاجر و بومی آبزی و کنار آبزی در سواحل بندر ترکمن و اطراف اون رو در سرحدات شرقی پناهگاه حیات وحش میانکاله اعلام کرده و نمونه گیری کردن و به امهای لاشه ها پرداختن. گفته شده تا قبل از مشخص شدن نتیجه نمونه گیری نمیشه اظهار نظری در مورد علت مرگ این پرندگان داشت. همچنین به گزارش خبرنگاری تسنیم داشتیم که شکارچیان خارجی وارد حیات وحش ایران شدن و مجوز شکار دریافت کردند. و به گزارش تسنیم گفته شده که یک آقایی به نام عیسی کلانتری در محیط زیست به جدیدن به کار گماشته شده که بعد از اومدن ایشون فروش مجوز شکار اینجور رایج شده و عکس های زیادی از این شکارچیان با گونه های نادر ایران توی فضای مجازی پخش شده که مورد اعتراض مردم قرار گرفته. همه اینها در تضاد با هدف 14، یعنی حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار، هدف 15، یعنی حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی، و همچنین در تضاد هست با اصل 50 قانون اساسی، یعنی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. از کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند اخبار داشتیم که حامد اسماعیلیون، همسر یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، به شهاب حسینی پیامی داده در فیسبوک و گفته که بهتر بعد از راه رفتن روی فرش قرمز و لذت بردن از اکران فیلم خودت در جشنواره اسمی از اون 176 بیپناه بیگناه نبری. من نماینده همه اونها نیستم، ولی دست کم دوست ندارم اسم دو عزیز من در بین آدم‌هایی باشد که تو قصهشان را می‌خوری. نانت را در خون ما نزن، ما خودمان راه سوگواری را بلدیم. علی نصیریان، هنرمند، در سن 85 سالگی در سالگرد تولدش در میان جمعی از هنرمندان تئاتر و سینما از نبود آزادی بیان و اندیشه صحبت کرده. در جشنواره شعر فجر هم یک خانمی که شعرهای انتقادی میگفتند به نام سارا متقی به عنوان منتخب اعلام شدند که این باعث شده که بخش ویژه شعر جوان جشنواره شعر فجر کنسل بشه.
و خبری داریم از اینکه در صحن مسجد شیخ لطف الله اصفهان که یکی از آثار باستانی شاخص اصفهان هست فوتبال بازی میکنن و توپو به کاشی‌های قدیمی میکوبن و هیچ کس هم نیست که جلوی این افراد رو بگیره. البته قبلا هم در ماه‌های گذشته خبری داشتیم از اینکه مرمت گنبد این مسجد انقدر بد انجام شده که الان کاشی‌ها دو رنگ شدن. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران هم سیاست قوه قضاییه مشوق ارتکاب فساد هست رو اعلام کردن. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با انتشار بیانیه نسبت به محدود کردن روزنامه نگاران و تشکیل پرونده قضایی برای آنها واکنش نشون دادن. همچنین سه نویسنده ایرانی به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم شدن. که اینها همه در تضاد ماده 6 یعنی ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 یعنی رعایت حقوق انسانی توسط قانون، عدم و ماده 9 یعنی عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده 20 یعنی حق آزادی تجمعات و تظاهرات، ماده 23 یعنی حق امنیت کار و ماده 19 یعنی حق آزادی بیان هست. آخرین خبری که داریم از کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر هست که حسن سعیدی از بازداشت شدگان روز کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و هومه جهت اجرای حکم به شعبه 1 دادسرای ناحیه 33 تهران احضار شده. همچنین کارگران پیمانکاری معدن چادرملوی یزد از تعدیل نیرو ابراز نگرانی کردند. همچنین وضعیت ایمنی و بهداشت کار بعد از حادثه پلاسکو همچنان مثل سابقه و تغییر چشمگیری نداشته. حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از مخالفت دادستانی با درخواست آزادی مشروط موکلش خبر داده. گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری کل تلفات حوادث کار در این استان 17 نفر گزارش شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 41.6% افزایش یافته. که ناقض ماده 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 23 و 24 از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که ماده 23 مبنی بر حق امنیت کار هست و همچنین سند 23 یونسکو رو نقض میکنن که مبنی بر پایان دادن به فقر در تمامی اشکال، پایان دادن به گرسنگی، تضمین زندگی سالم، تضمین کیفیت آموزش فراگیر عادلانه مادام العمر هست و ماده 23 حق امنیت کار هست که هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، در شرایط منصفانه و رضایت بخشی کار کند و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد و همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت بکنند. که متاسفانه اخباری که شنیدین ناقض تمامی این مواد قانونی هست. با تشکر از تعاملتون متشکرم.